سلام میکنم به همگی، امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه. سهیلم بعد از مدت ها برگشتم. یه سری اتفاقات و مشکلات واسم پیش اومده بود که هنوزم دارم باهاشون دست و پنجه نرم میکنم. هنوز یه سری مشکلاتم هنوز هستش که برطرف نشده، ولی گفتم که یه ویدیو بذارم. هم دلم تنگ شده بود، همین که خیلی وقت بود اصلا نیومده بودم کامنت های قشنگتون رو ببینم. هرچند که کلا خیلی از بچه‌ها لطف داشتن به من، کلا کلی کامنت می‌ذاشتن که کجایی، چرا نیستی توی این مدت، و ممنونم از تک تک اون بچه‌ها که واسه من کامنت می‌ذاشتن و حال و احوال می‌پرسیدن. قبل از اینکه بریم، یه ویدیویی رو من واسهتون تهیه و تدارک دیدم که بخواین ببینین، بگم که اصلا این ویدیو راجع به چیه. متاسفانه توی ایران دیگه کم کم قیمت بازی‌ها داره دیگه اندازه کنسولایی میشه که ما مثلا 7 8 سال پیش کنسول رو می‌خریدیم، دیگه الان شده قیمت‌های بازی‌ها شده قیمت کنسولایی که ما مثلا 6 7 سال پیش می‌خریدیم واسه PS4 و اینجور چیزا، و خیلی قیمت بازی‌ها گرون شده. این ویدیو راجع به اکانت‌های هکیه، یا اکانت‌هایی که آقا شما می‌تونین مثلا چجوری بازی بخرین، چیکار باید بکنین واسه بازی خریدنتون، کجا می‌خواید برین اون بازی رو بخرین که مورد اطمینان باشه و اینکه قیمتش مناسب باشه. من این ویدیو رو براتون درست کردم و آمار گرفتم کلی، رفتم توی بازار تهران پشت شهرداری، و آدمی که بسیار بسیار مناسب این کار میدونستم و فکر میکردم که به درد شما میخوره و قیمتش هم منصفه، میتونید برید پیش اون کارتون رو انجام بدین. دو، در مورد این که میخوام بگم که خود من کلن مخالفه هکی ریختنم، بازی های هکی ریختنم، اصلا این که بخوام اکانت هکی بگیرم و اینا دوست ندارم خودم، ولی متاسفانه دیگه بعضی ها ناچارن که این کارو بکنن. من خودم مثلا ترجیح میدم که آقا 3 ماه 4 ماه 5 ماه بازی نگیرم، بازی قبلیمو بازی بکنم یا بازی فری تو پلی بازی بکنم که دیگه مجبور نشم که برم بازی هکی و اینجور چیزا بگیرم. همه چیو مثلا خودم دوست دارم اینجوری، اخلاقم اینطوریه که بخوام اورجینال بگیرم. منم دقیقاً مثل اکثر شماها سخت پول در میارم و زورم میاد بعضی جاها بخوام نزدیک مثلا 3 و خورده 4 میلیون پول بازی بدم. این از خودم. حالا ما الان یه ویدیویی رو من ضبط کردم، رفتم دوربین رو برداشتم، رفتم پشت شهرداری، طبق آمارهایی که گرفتم و قیمتایی که میشیدم یکی رو پیدا کردم من مناسب کسایی که حالا بچهای تهرانن، توی تهران زندگی میکنن، اینه قیمت. حالا تو بچهایی که اینم بگم، این نکته هم اضافه بکنم که الان یادم افتاد، بچهایی که توی شهرستان زندگی میکنین و الان دارین این ویدیو رو میبینین، این رو بدونین که قیمت و رنج قیمتی که الان توی این ویدیو گفته میشه در مورد بازیایی که میخواین بریزین، نمیدونم 5 تا بازی انتخابیه، 5 تاش رندومه، چه قیمته، 10 تا بازی میخواین بریزین و 10 تا بازی که انتخاب میکنین قیمتش چیه، و حالا چیزهای دیگه که کلا توی ویدیو توضیحاتش رو علی جان بهتون میده که کاملا متوجه بشین. همین دیگه، امیدوارم که سعی میکنم که کلا ویدیوها رو حالا پشت سر هم بازم بذارم، ویدیوهای بیشتر با هم دیگه بریم جلو. حتما حتما کامنت برام بزنین، خیلی انرژی بهم میده، مخصوصا توی این روزایی که اصلا دارم سخت سپری میکنم. و لایک یادتون نره، لایک رو فراموش نکنید، و اگه اولین بار چنل میان سابسکرایب رو فراموش نکنید. این ویدیو رو هم بفرستین واسه دوستاتون که اگر میخوان جای بازی چیزی بریزن بتونه کمکشون کنه که با دید بازتری بتونن خرید بکنن. خیلی مخلصم، بریم ادامه این ویدیو. الان با هم دیگه داریم میریم تو خونه و بریم ببینیم که این ظرفیتی و هکی و اینا رو کجا می‌ریزن، به همتون معرفی بکنم، بهتون بگم چی به چی و اینا. من خودم هیچ اطلاعاتی ازش ندارم، ظرفیتی و اینا رو. بریم ببینیم چه خبره. همونطوری که بهتون قول داده بودم، گفته بودم
اومدم توی پشت شهرداری همون توپخونه خودمون و بهتون بگم که آقا راهکار اصلا بازی‌های ظرفیتی و دو سه و اینا چجوریه. یه کسی رو من پیدا کردم، آمارشو گرفتم، کلا گفتن که آقا یه علی آقایی هستش که هم اخلاقش درسته، هم آدم منصفیه، همین که بازی‌ها رو خیلی راحت دیتاش بدونی که کراپت بشه یا اتفاق واسش بیفته واسهتون با خیال راحت میریزه. پیش علی آقایی سلام. سلام، خیلی مخلصتم علی جان. بچه ها میخواستن یه سری اطلاعات بگیرن در مورد بازی PS4، لطفا یه توضیح به ما بده PS4 PS5 ظرفیت ها چجوری و اینا. مدخلیمت والا 4 و 5 که الان قیمتش یکیه تقریبا، هیچ تفاوتی نداره. تفاوتی نداره چون الان جفتشون اکانتشون گرون قیمت شدن. درسته، ما 4 و 5 با 5 انتخابشو از مشتری 2500 میگیریم و در انتخابش هم 4 میلیون. هم 4 هم 5 5 تا انتخاب 2500، 10 تا انتخاب 4 تومن. بعد اینکه اینا مثلا اینطوری هستش که بازی‌های جدید اگر بخواد بیادش، مثلا الان آخرین بازی جدیدی که اومده فکر کنم چیزه استلار بلیده، اینا رو شما دارین؟ صد درصد بازی جدیدی که میاد موجود میکنن دیگه. آها، مثلا چند روز بعدش موجود میشه توی تقریبا دیگه؟ خیلی بخواد طول بکشه دیتا سنگین باشه دانلود کنیم اینا، نهایتا یکی دو روز بعد از عرضه. او یعنی اینقدر سریع؟ آره، اکانتش موجود خوب میشه، دیتاش هم میذاریم دانلود میشه و سریع موجود میکنه. خب بعد یه چیز دیگه این که مثلا بخواد داغ باشه و اینا، قیمتاش چجوری تغییر میکنه؟ الان مثلا ما یکی داریم آقا میخواد بیادش 10 تا بازی بریزه، خب استرابلیدی هم که مثلا داغ دو روز ازش گذشته اونم میخواد، این تفاوت قیمتی که نداره که اونطوری. ببینید اگه بازی خیلی بازی داغی باشه، اکانتش طبیعتاً تو اون روز عرضه اون چند روز اول خیلی گرونه، خیلی گرونه و تهیه کردنش هم واقعا سخته. آها. چرا مثلا بازی مثل استرابلید همون روز اول یه شخص میاد انتخاب میکنه، درسته امکانش هست مثلا 200 تا 500 اضافه بشه به هزینه نسل بازی، فقط به خاطر همون یه دونه بازی. فقط به خاطر اون یه دونه بازی. ولی مثلا خیلی وقتا شده که معمولا مشتری صبر میکنه یه هفته دو هفته در روز بعد. حالا توصیه‌ای که شما میکنید چیه واسه بازیای جدید که مثلا بخواد همون قیمت بگیره؟ من میگم واسه اینکه همون تیم راحت‌تر کار انجام بده، هم مشتری هزینه اضافه نده، یه هفته ده روز نهایتا صبر کنه، اکانت بیشتر موجود شه، خواهانش بیشتر بشه. چون ببینید آقا مثلا اگه یه دونه دستگاه کلا بدی یه دونه استرابلیت بخواد، من یه اکانت سه ظرفیت باید صرف این یه دونه دستگاه بکنم. درسته. ولی اگه مثلا یه زمانی بهش بخوره دستگاهی بیشتری بیاد که اون بازی رو بخوام، خب طبیعتا من اون یه اکانت رو دو تا یا سه تا دستگاه میتونم بزنم و طبیعتا برای مشتری هزینه کمتری خوب میفته. یعنی من دیگه اون 500 اضافه رو نمیگیرم. پس توصیت اینه که کلا عجله نکنید تو بازی ریختن که یه موقع خدا نکرده قیمتش علکی نباشه. کلا اصلا دست علی هم نیستش، مثل اینکه یه سری کلا چون بازی داره من خودم باید بیشتر اصلا هزینه کنم دیگه. آره، یعنی پول اضافه قرار نیست مون بگیریم. درست. حالا مازی که ارمون میمونه رو حالا میگیریم دیگه. درست. یعنی اون سود خاص خود سود مشخص خودمون میگیریم، یعنی چون قرار نیست پول اضافه بگیریم. بعد یه توصیه‌ای که واسه این بازی ها داری که حالا نصب بشه و اینا اینه که کلن به اینترنت نباید وصل بشن دیگه. بازیه که من میریزم اینو حالا به خودتون گفتم، مهم کیفیت کاره تا قیمت. چون که خیلی وقتا شده مشتری میاد اینجا آقا من بازی فیفا اجرا نمیشه، همین تایی روز هم یه مشتری داشتم، درست نهایی کم دیدم دیتاش براش ناقص ریخته بودن، دوباره من براش درست کردم. یا خیلی وقتا شده بازی ها میده سه ماه دیگه گفت میشه، یه ماه دیگه گفت میشه، بعد بالا به دروغ مشتری میگن که آقا به اینترنت وصل شدی اکانت پاک کردی، میندازن گردن مشتری، در صورتی که مشتری واقعا هیچ کاری نکرده، بازی ها زماندار بوده، اکانت تایمی بوده، پلاسی بوده، بعد حالا ممکنه یه ماه تا 6 ماه یا حتی یه سال دیگه قفل بشه. کاری که ما انجام میدیم اکانت رو من همیشه کامل میزنم، یعنی اصلا تایم نیست. اگه اکانت پلاسی باشه، بازی پلاسی باشه، من اصلا اکانت رو دستگاه نمیزنم، میرم سراغ اکانت دیگه، یه اکانت کامل تری خریداری میکنم که اصلا بازی کامل باشه، زمان دار نباشه، مشتری بتونه توقع بخواد استفاده کنه، اصلا شاید مشتری دیگه نخواد بازی بریزه. چون خیلی از بچه‌ها به این فکر میکنن که همکارو میاد به این فکر میکنن که مثلا مشتری میره خب سه ماه دیگه چشم یه سال دیگه میاد مثلا فیفا جدید میخواد بازیش عوض کنی، حالا تا موقع بخرم شد شد، نه مشتری اصلا نخواد دیگه بازی بریزه، من بازی رو کامل میزنم دیگه.
که اتفاق نیفته. یعنی تا وقتی واقعا اگه مشتری به نت وصل نشده باشه، اکانتی که من ساختم رو پاک نکنه، دستکاری نکنه، من همه اون بازی رو تحت گارانتی خودم قرار میدم. مادمون اون خب شما حالا بیایم این برای قضیه هم نها کنیم. شما یه دفعه بیاد یه آدمی بیادش بازی ها رو حسنش بریزی، ناخودآگاه یه دفعه حواسش نباشه یا بچه باشه و اینا نتونه یه دفعه به اینترنت وصل بشه، بیاد بگه آقا من به اینترنت وصل نشدم. این مورد هم خیلی پیش میاد که مثلا بچه همسایه میاد به نت وصل میشه، دوستش میاد وصل میشه، خود یا خودش وصل میشه. اینو میتونی شما متوجه بشین دیگه آقا به اینترنت وصل شده. همون دیگه دقیقاً من بارها شده که مشتری میاد این اتفاق میفته و میگه من اصلا اینترنت ندارم، مودم ندارم، بچه من اصلا بلد نیست. نه حالا دروغ هم نمیگیم، گفته اطلاعات نداشت، نمیدونسته، بالاخره فکرشو نمیکرده که بچه بره مثلا به نت وصل بشه. چون خیلی وقتا دیدم که مثلا هات اسپات گوشی رو وصل میکنه، راست میگه مودم نداره، تو هات اسپات گوشی بچه وصل شدن. خب اینجا موقع مشتری میاد میگم اونا کن این اسم اینترنت شماست، این وای فای که بهش وصل شدی، این زمانیه که شما متصل شدی. آره چون شما به نت که وصل میشین اکانتو که میپره ارور مثلا لایسنس میمیره، من همش نشون میدم میگم شما تو این تاریخ وصل شدی، ارور اومده. آره دیگه اسم وای فای رو قشنگ ثابت میکنه. ولی غیر از این باشه تو همه چیزو تضمین میکنی. بله 100% دیگه. یعنی جز اینترنت باشه تو همه چیزو دیگه گردن میگیره. اصلا اول از همه که ما واقعا سعی میکنیم ناقص کارمون انجام ندیم که بعدا مشتری بیاد مجبور شیم دوباره اون کارو انجام بدیم و من دوباره از جیبم هزینه کنم. ولی بله اگه اتفاق بیفته به نت نست نشون باشم و برای بازی اتفاق افتاده باشه، من ناچارم که دوباره بازی ها رو براشون بریزم و هزینه ازشون نگیرم. خب اینم خیلی خوبه. یه صحبت دیدم در مورد ظرفیتی قانونی داشتی که میتونن به اینترنت وصل بشن و اینا، اونم یه توضیحی میدی که قیمتش تکان قیمت یه من قبلا خودم بهشون بگم. یه چیز دیگه هم هستش که ظرفیت 1 و 2 که مثل همه جا میریزن و اینا به اینترنت میشه وصل شد کلا و اون قانونیه. اونم یه صحبتی بکن که قیمتش. ببینید بعضی وقتا مشتری میخواد آنلاین بازی کنه، پلاس داره، میخواد اصلا ترس داره که بازی هکی بریزه، اکانتی ظرفیتی بریزه که دستخوش بند میشه، در صورتی که دستخوشی که من میزنم بند نداره. ولی خب این که بگم 100% بند نداره دروغه، چون واقعا حتی 10% 5% هم که شونه احتمال بند شدن دستگاه هست، چون بالاخره هکی غیر قانونی. ولی خب مشتری به همین فکر میکنه، میگه که من نمیخوام هکی بریزم، میخوام آنلاین بازی کنم، ریسک نمیخوام. ولی خب سی دی هم واسه من گرونه. الان مثلا اسپایدرمن یه دونه بخواد سی دی هاکمندش رو بخره 3,500,000 باید هزینه کنه. اگه کارکرش رو پیدا کنی که معمولا پیدا نمیشه، باید حداقل 3,200 تا 3 تومن مثلا هزینه کنم واسه یه سی دی اسپایدرمن. خب اون شخص میاد پیش من، یه اکانت ظرفیت رو تهیه میکنه، من براش کاراش انجام میدم، حتی دیتاشم خودم میریزم واسش. مثلا من الان مشتری ظرفیت 2 اسپایدرمن یه پا 800 میگیرم کلا، یعنی باقی اون پول میره تو جیب، میمونه تو جیبش. آها دیگه صرف و صرف نمیشه. اکانت هم قانونیه، میتونه آنلاین و آفلاین بازی کنه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، بند نداره، 100% قانونی هستم اکانت. حتی اگه بخواد باز هزینه کمتر هم براش بیفته، اگه مشکلی نداره همیشه به اینترنت متصل باشه، فرق نمیکنه چه اینترنتی، اصلا سرعت پایین ضعیف مهم نیست، فقط متصل باشه میتونه ظرفیت 3 تهیه کنه، باز اون قیمتش خیلی پایین تره. الان من مشتری ظرفیت 3 و 1,200 میدم. خیلی خوب. یه دونه دیگه هم که گفتی که فلش و اینا، اون قضیه چیه؟ فقط واسه فوره. آره. خب دست بازی دیگه هست، یه روش دیگه که PS4 رو کپی خوره. باید حتما ورژن آپدیت 9 به پایین باشه. 9 به پایین. آره و یه فلش هم باید داشته باشن. PS4 رو کپی خورم خیلی مزایایی داره. حجم اینه که مثلا دستگاه گرون‌تر میشه، ارزنده تر، مثلا 3-4 تا حتی قبل فکر میکنم میتونه گرمه تر بفروشه دستش. ولی با اینکه نسل بازش هم خیلی ارزونه. اما شما مثلا من برای همکار 4500 یک باشه، چه 1 ترا باشه، من با 300,000 تومن پر میکنم. همش هم میتونه خودش انتخاب کنه، اینجوری نیست 5 تا انتخاب کنه 10 تا انتخاب کنه، کلا میتونه اون فلشش هم خودش کنه، فلش رو خودشون تهیه کنن. خودمون هزینه چقدره؟ اونا ما برنامه میزنیم، هزینه نداره. نه آها آها منظور فلش مثلا یه فلش معمولی. آره فلش اصلا یه گیگ باشه 4 گیگ باشه اصلا مهم نیست.
ولی اون همیشه باید وصل باشه. همیشه که نه، موقعی که دستگاه رو روشن کنم باید حتما برای اجرای بازی قبلش برنامه رو اجرا کنم با اون فلش. این پروسه کوچیکی داره، یه ذره شاید سخت باشه ولی یاد بگیرن مشکل نداره. خودت بهشون یاد میدی اینجا چه کار باید بکنی؟ بین 200 تا 300 هزار تومن هر بازی هم که بخواد، فقط هم واسه یه فوره این قضیه که دارم. فوره علی یادش افتاد که میخواست بهتون بگه. علی جان این سه تا مورد رو لطف کنید بگید. یکی اینکه پلاس هم میفروشیم ماشین. آه پلاس اسنشال و اکسترا. هر سه تاش اسنشال اکسترا و پریمیوم. به مشتری اگه بخواد مثلا ظرفیت کاملش رو بخره به $2 گیفت کارت تهیه کنه خیلی براش هزینه بر میشه. ما اینو به دو تا ظرفیت تقسیم کنیم، ظرفیت 2 و 3 که قیمتا خیلی پایین‌تر براشون میفته. حالا الان بگم آره قیمتا رو بگو. الان مثلا PS5 ظرف قیمت امروزشه ها، یعنی الان ویدیو رو شما دارید مثلا 6 ماه دیگه می‌بینید، اینطوری نیستش که مثلا این قیمت باشه، شاید تغییر بکنه. ولی قیمت الان توی این تاریخ 15/5/1403 این قیمتی که الان میخواد بگیره. بله الان مثلا ظرفیت 2 اکسترای پلاس برای 5 میشینه تقریبا برای مشتری 4500. اگر طرف پیج شما رو بله بله. و اینکه برای PS4ش تقریبا اسنشالش چند قیمت؟ اسنشال برای 5 3500. بله. با فور زیاد فکر نمی‌کنم. خیلی تفاوت داره اتفاقا، چون اسنشال 4 ظرفیت 2ش 1500 اکستراش 3 تومنه. تقریبا یکی کنیم پایین تر و فایده. ظرفیت 3 هم که کلا خیلی باز ارزون تره، مثلا اسنشال ظرفیت 3 1500 اکستراش هم 2500. درست. بعد یه نکته دیگه که خودت اینجا ویدیو رو یه دقیقه ما کات کردیم اونو گفتی که آقا یه سری ها میان، حالا 5 تا انتخابی دارن، 5 تا ما رندوم میذاریم واسه شون، اما یه سری آدم ها میان که آقا 6 تا 7 تا بازی میخوان کلن، واسه هر بازی شما چقدر اضافه تر میگیرون؟ ما معمولا 300 اضافه تر میگیریم، ولی از طرف شما باشه ما 200 تومن. یعنی از طرف پیج من اگه بخوایم بیان اینم 200 تومن ازتون میگیرن هر انتخابی که اگه بخواد اضافه تر بشه. بعد در آخرم علی جان توی رندومایی هم که گفتش که میریزن کلا بازیایی که مثلا اینقدر مثلا چرت و پرت نیستش که بخواد باشه و اینا، یه رندومای خیلی خوب میریزن. الان مثلا من نگاه کردم یه رندومی که الان خودتون ریخته بودین چیا بود؟ الان مثلا رندومای دستگاه ما اویل 4، رد 2، سایلنت هیل، الدرین و پسل 24. آره سایلنت هیل منظور شورت مسیجی که مثلا دو نیومده. آره هنوز آره اون نیومده. و یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم، اگر از طرف پیج من اومدین خواستین این اکانت ها رو بریزین که بازی هایی رو بریزین که انتخابی و حالا اینا باشه، ظرفیت و قانونی و نه اونو کاری نرید، اونو قیمتش رو بهمون میگی که اگر 10 تا انتخابی بود 4 تومنه که اگر از طرف پیج من بیان باشه ما 3500. 3500 یعنی 500 تومن لطف کردش که حالا اینجا تخفیف داد اگه اسم چنل من رو بیاریم. و اگر چیز باشه 5 تا انتخاب باشه، چه فور باشه چه فای باشه، ما 2500 الان کردیم ولی 2 میگیریم، 2 تومن میگیرم، اونم 500000 تومن قربونت برم، اونم 500000 تومن به خاطر اینکه از طرف چنل من بیاریم واسهتون کم میکنه. من که بگم دوباره اینو قیمت پایینتر ممکنه باز پیدا کنم ولی هفت نمرات میشه به همون کیفیت کار که تایم دار میزنن. حالا من یکی از بچه‌ها توی خود چنل من دیروز داشتم باهاش صحبت میکردم، داشتیم لایو میذاشیم، یکی از بچه‌ها میگفت 5 میلیون قیمت دادن 10 تا انتخاب رو، که من گفتم اصلا چی هست؟ سر همین شد که اون پیغامو به هم داد، گفتم من پاشم بیام تو خوره میگم چه خبره؟ از اون برم یه قیمت خیلی فضایی میگم، یه پول واقعا اضافه میگم دقیقا. از اون برم خیلی لطف کردی، دمت گرم، مرسی، ممنون، قربونت برم، مرسی.